با درود سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گلبدین حکمتیار بعد طالبان پیشنهاد اتحاد داد. ترامپ: طالبان یک گروه باهوش است، با آنها میتوان مذاکره کرد. و پوتین: امریکا ما را وادار به ساخت سلاح هایپرسونیک کرد. رهبر حزب اسلامی افغانستان طالبان را به گفتگو با حزب مطبوعش فراخوانده و تاکید کرد که اگر این دو گروه دست به دست هم دهند، بحران به زودی پایان می‌یابد. به گزارش از اسپوتنیک، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز گذشته جمعه در جریان ادای نماز جمعه با گروه طالبان پیشنهاد داده که با هم متحد شوند. او گفته است که حزب اسلامی و طالبان ارزش‌های مشترکی دارند. حکمتیار اظهار داشت حزب اسلامی برای گفتگوهای مستقل با طالبان و همچنین برای مشارکت و همکاری آماده است. ما معتقدیم که اگر این دو گروه دست به دست هم بدهند، بحران افغانستان به زودی پایان می‌یابد و هیچ نیروی قادر به استادگی در برابر آن نیست. وقتی اولین دور گفتگوهای کابل و طالبان به پایان رسید، حزب اسلامی و طالبان آماده آغاز گفتگوها هستند. انتخاب در دست طالبان است. وی افزود از نگاه طالبان، دولت افغانستان در وضعیت کنونی ضعیف است، بنابراین هیچ فوریتی برای صلح وجود ندارد. برخی اعضای این گروه بر راه حل نظامی، برخی بر راه حل مسالمت‌آمیز، برخی به پیوستن به حزب اسلامی که از نظر عقیدتی و عملی نظام اسلامی، عقب نشینی مهاجمان خارجی، استقلال افغانستان نزدیک هست، اصرار دارند. آزادی و بسیاری از موضوعات وجه مشترک آنها است. اگر طالبان به حزب سیاسی که در کل کشور احساس نزدیکی می کند، پس از این فقط حزب اسلامی است. گروه های اسلامی خواهان اتحاد و اتحاد هستند. رهبر حزب اسلامی افغانستان با اشاره به آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر توضیح داد. در جریان مذاکرات، هیئت نمایندگی ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا در مورد دولت جدیدی که مورد قبول سایر طرفها باشد به توافق برسد. البته این گفتگوها با تهدیدات و موانع داخلی و خارجی زیادی روبرو است. به احتمال زیاد مدت زیادی بعد طول خواهد انجامید. دولت آماده نیست تا بر راحتی قدرت را ترک کند. تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد تا از تشکیل دولت جدید جلوگیری کند. این در حالی است که گفتگوهای صلح بین الافغانی از روز شنبه گذشته در قطر آغاز شد. با گذشت یک هفته از آغاز این مذاکرات، اما تا اکنون طرفین توافق چشمگیری انجام ندادند. گلبدین حکمتیار تا چند سال پیش یکی از مخالفان مسلح دولت افغانستان بود که با دولت‌های پسا طالبان می‌جنگید، اما در میزان سال 1395 روند صلح پیوست. او پس از آن بارها از طالبان نیز خواست با دولت صلح کنند. ترامپ: طالبان یک گروه باهوش است، با آنها میتوان مذاکره کرد. رئیس جمهور امریکا در یک کنفرانس خبری خود در کاخ سفید طالبان را یک گروه بسیار قاطع و باهوش توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا معتقد است که دستیابی به توافق با طالبان افغانستان امکان پذیر است. رئیس جمهور امریکا در کنفرانس خبری روز جمعه خود در کاخ سفید طالبان را گروه بسیار باهوش و قاطع خواند و اعلام کرد که امریکا با آن به شکل مطلوب تعامل میکند. ترامپ افزود: ما با طالبان به شکل خیلی خوب تعامل میکنیم. آنها بسیار مصمم و باهوش هستند، اما همان طوری که خودشان میدانند 19 سال از جنگ گذشته است و اکنون از جنگ و درگیری خسته شدند. به گفته وی، طی دو هفته آینده تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان و 4000 نفر کاهش می‌یابد و پس از آن نتیجه گیری نهایی انجام می‌شود. کمتر از یک هفته از برگزاری مراسم گشایش مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان می‌گذرد، اما دو طرف هنوز نتوانستند که
درباره موضوعات و برنامه مذاکرات به توافق برسند. برخی اعضای دولت افغانستان میگویند که تیم مذاکره آنها به آتش بس تاکید دارد، اما طالبان معتقدند که باید در ابتدا درباره نظام آینده این کشور بحث شود. طالبان با متهم کردن دولت افغانستان به فرمان برداری از امریکا تاکید کرد که کابل بدون اشاره مقامات امریکایی کار انجام نمی‌دهد. بنابراین اقدامات اخیر نقش امریکا را در برابر طالبان و مردم مشکوک ساخته است. این گروه اظهار داشت که هر گونه تخریب روند صلح و پیامدهای پس از آن به عهده ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی خواهد بود. و در اخیر پوتین گفته است امریکا ما را وادار به ساخت سلاح هایپرسونیک کرد. رئیس جمهور روسیه گفته است کشورش پس از خروج ایالات متحده از پیمان موشک ضد بالستیک مجبور به ایجاد سلاح‌های موافق صوت خود شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که خروج امریکا در سال 2002 از پیمان منع استفاده از موشک‌های بالستیک کشورش را وادار ساخت تحصیلات موافق صوت هایپرسونیک خود را توسعه دهد. رئیس جمهور روسیه گفت ما باید تسلیحات را در پاسخ به استقرار سیستم دفاع موشکی استراتژیک ایالات متحده ایجاد میکردیم تا در آینده جاگزین تمام پتانسیل هسته‌ای ما میشد. رئیس جمهور روسیه در یک کنفرانس ویدیویی با هربرت آفرموف مدیر کل و طراح افتخاری کارخانه ماشین سازی گفت ما مجبور شدیم این سلاح‌ها را در پاسخ به استقرار سیستم دفاع موشکی استراتژیک امریکا ایجاد کنیم، سیستمی که در آینده قادر خواهد بود تمام پتانسیل هسته‌ای ما را خنثا کند. پوتین عنوان کرد این تا حد زیاد به لطف آفرموف و همکارانش بود که امریکا نتوانست بلند پروازی‌هایش را تحقق ببخشد. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد من بارها گفتم که ما تا چندین دهه مجبور بودیم خودمان را تطبیق بدهیم. شما خیلی خوب این مسئله را می دانید. این مربوط به سلاح‌های هسته‌ای و هوانوردی دوربرد استراتژیک و تکنولوژی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما یا آنچه که کارشناسان سیستم‌های تحویل کلاهک می خوانند است. دوستان عزیز سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و جدید ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.